نه یه میخوام یه فاصله به یه تنوع باشه. میخوام بریم ویکی‌پدیا یه شخصیتی که انگلیسیه. هر که نمیفه کنم. نه کلاس شما نه کلاس اینا. آره بریم ویکی‌پدیا یه نفر که انگلیسیه. یه دو تا پاراگراف سه تا پاراگراف رو بیاریم. بعد اونو میخوام به فارسی ترجمه بکنیم. میخوام ترجمه بکنم. یه ترجمه ماشینی انجام. منتها ترجمه تحت لفظی. ترجمه لغت به لغت نه ترجمه جمله ای این کار سختی اصلا کار ما نیست خب همینجوری هم لغت رو ترجمه بکنیم به فارسی برگردونیم تا یه حدودش انجام بدیم بعد مثلا اون روند کار ببینیم بعد تو خونم یه دونه شبیه اینو خودتون دوباره انجام بدید حالا یه شخصیتی که مثلا ویکی‌پدیا داره بگی انگلیسی داشته باشه دیگه حالا وطنی مهم نیست چی مثلا کلشون جانی دپ زدی چی مثلا یکی بگید دیگه والا از ایلان ماسک خیلی بدم میاد حقیقت شد اسکیپتیک کیه شما چرا اینو فقط صحبت کردین اس سی ای پی درست نشه اس سی ای چی هستی خواننده است نه این یه شخصه یه لیبه معروف باشه جکی چن آره اصلا جکی اینه شبیه خدا داده نه؟ این شبیه خدا داده خدا لذی خودم هست چیه بچه چیه؟ خب مثلا سه پاراگراف رو برمیدارم جکی خب متعلق که 1954 کجا؟ توی هنگ کنگ یا آمریکاست. کلا منشوریه. منو یه تیکر ما کلا شطرنجی من دارم نمی‌دونم. خیلی خطرناک بود. کیه؟ چه بود شم؟ امروز رو کلا میگم اصلا خیلی خطرناکه. از پهباد و موشه کنه خطرناکه. خب ببینید چون شامل چند خط میشه چیکار کردیم؟ چون شامل چند خط میشه از سه تا دابل کوتیشن استفاده کردیم درسته؟ منطقه الان به ما سه خط نشون میده چرا سه خط نشون میده؟ در اصل
کار مثلا کار وب اگه انجام بدین، وقتی شما یه خط می‌نویسین اون مرورگر اون رو توی قالب خودش یه تنظیم می‌کنه. یعنی کلا سه تا اینتر داره. حالا این عدد چی میاد اینو من کامنتش بکنم که بعد از این اجرا میشه. خب حالا میدونیم میخوایم چیکار بکنیم. من مراحل کار بگم بعد شما منو راهنمایی کنید. من میخوام اینو به فارسی ترجمه بکنم. چجوری میخوام به فارسی ترجمه بکنم؟ اول از همه باید حروف غیر انگلیسی و اسپیس رو میخوام حذف بکنیم. فقط حروف انگلیسی باشه با اسپیس. یعنی مثلا کروشه و دو سینه رو همه هست. درسته؟ بعد اینو میخوام تیکه تیکه بکنم، کلماتش رو ازش جدا کنم. مثلا فانگ نمیدونم چیه، مثلا اسم کسی فرم خب. میخوام این کلمه انگلیسی رو جدا بکنم. بعدش میخوام یه دیکشنری درست بکنم. این کلمه ها رو اون دیکشنری مثلا بگم فرض بکنیم اند کلیدش باشه، ولیوش باشه و. یعنی اگه اند دیدی به جاش چی بذار؟ و بذار. بعد به ترتیبی که این کلمه اومده اون بیام همون کلمات رو فارسی رو بذاریم، بعد با اسپیس بچسبونیم به هم دیگه. یعنی ترجمه لغت به لغت. خب حالا چیکار بکنیم؟ بگیم ما همون کار رو انجام میدیم. اول از این ریموو استفاده میکنیم. خب چی رو ریموو میکنی؟ دارم گوش میکنم. خب دیگه چی؟ اسپیس ها رو حذف کنیم. سوار رو حذف کنیم. بعدش ترمی کرد. بذار یک کار رو کنم. اول انترا رو تبدیل کنیم به اسپیس. چند تا انتر داریم اینجا؟ یه دونه اینجا داریم. یه دونه اینجا داریم. درسته؟ میخوام انترا رو تبدیل به اسپیس بشه. چی میگم؟ میگم جک دات ریپلیس. اینتر رو با چی نشون بدیم؟ بک سلش این. درسته؟ به جای چی بذاریم؟ اسپیس. منتها باید بریزیم دوباره داخل خود جک. اگه داخل خود جک قرار ندیم دوباره همون قبلی است. یعنی همون لحظه انجام میده. این یه آروم کپنش تموم شد. اوکیه. پس ببینید الان چه اتفاقی افتاد. اینتر هست. خب حالا من میخوام این حروف اضافی رو حذف بکنم. من دو تا حالت دارم. یا اونایی که غیر انگلیسیان رو حذف میکنیم، مثلا میام چی میگم؟ میام آقا فرض بکنید، میام میگم مثلا جک دات ریپلیس. مثلا اگر مثلا این چیه؟ براکت. اگه براکت باز بود به جاش چی بذار؟ به جاش چی بذار؟ هیچی نست دور داخل خود جک قرار بده. خب ببینید حس کرده یا نه. مطمئن نمیدیم که مثلا چقدر کارکتر هستش. کارکتر غیر مجاز خیلی زیاده. درسته؟ مثلا من میتونم تو قدم اول بیام بگم کارکتر غیر مجاز. مثلا بگم چی؟ بیام بگم مثلا غیر مجاز. مثلا غیر مجاز چی بذاریم؟ مثلا غیر مجاز بذاریم. نه یه اسم بذاریم. مثلا همون کیو. خب کیو مثلا چیا باشه؟ خب
مثلا آکولاد باز، آکولاد بسته، نقطه کاما، درسته؟ حالا چی میگم؟ میام اینجا اینو میارم پایین، حالا می‌نویسم، میام میگم for مثلا i in q، for i in q چی میشه؟ i چی میشه یه بار؟ i یه بار چی میشه؟ این میشه، یه بار این میشه، مثلا پرانتز هم بزن. خب بعد آیا با چی جایگزین بکن؟ آیا با چی؟ با هیچی، درسته؟ درست شد؟ ولی ببینیم، مثلا بریم ببینیم چیزی هست اینجا که مثلا این چیه؟ دابل کوتیشن، این چیه؟ نوشتن خیلی سخته آسان، یه خونه کش کام نقاشیشون خوب باشه. چیه؟ درسته؟ خب یه روش اینه که بیام غیر مجازا رو حذف بکنم. خب راه حل بعدیمون چیه؟ راه حل بعدی اینه که مجازا رو نگهداریم. یعنی به جای اینکه غیر مجازا رو حذف بکنیم، بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم مجازا رو نگهداریم. چجوری مجازا رو نگهداریم؟ میام این کارو انجام میدم. میام میگم که این کار انجام میدم. چی میگم؟ میام میگم آقا مثلا for i in jack print بکن i رو. موافقی؟ for i in jack print بکن i رو. فکر میکنی چی چاپ میشه؟ همه حروف رو دونه دونه نگاه میکنه. خب حالا من این حروف ها رو که داره نگاه میکنه، به جای که چاپ بکنم، میام اینجا میگم آقا جک مثلا پی. خب میگم جک پی باشه یه رشته توهی. بعد اینجا میگم اگر آی کوچکتر مساوی چی بود؟ زد. یا بزرگتر مساوی چی بودش؟ ای بود. یا آی کوچکتر مساوی چی بودش؟ زد بزرگ بود. میتونستم اونجا هم بنویسم i dot upper، تبدیل به upper بکنیم یا تبدیل به lower بکنیم به قول شما. یعنی چی؟ مثلا اینجا بگم i dot lower. i dot lower یعنی چی؟ نه دیگه، اصلا اگه حرف بزرگی تبدیل به حرف کوچیک بشه. اگه بین این شد یا i مساوی چی بود؟ اسپیس هم مجازه دیگه، درسته؟ خب اگه بود، یعنی اگه تو محدود مجاز بود، بیا جک پی بعلاوه مساوی آی بشه. من خواستم میگم بیا چاپ بکن جک پی رو چاپ بکن. آن اور، نه اند، نه یه اور باید میشه اند باشه. میگه یا هم این باشه هم اون باشه. آفه اگه آفه باشه، مثلا فرض کن اف بزرگه، لوور اونو تبدیل میکنه به حروف کوچیک. خب ندی اگه آفر بود تبدیل میکنه به حروف کوچیک، با حروف کوچیک مقایسه میکنه. مثلا اصلش عوض نمیشه ها. ببینید مثلا اف تبدیل به حروف کوچیک شده، خب منتها چون ریدونلی تغییر نمیکنه، دوباره آی خودش سر جاش میمونه. خب ببینید چی شد، یه ایرادی داره. مثلا اینجا چند تا اسپیسه؟ دوتا. خب من اینا که چند تا اسپیسه رو باید، مثلا اینجا چند تا اسپیسه؟ دوتا.
خب چی میگم؟ میگم اگر iSpace بود، اگر iSpace بود به شرطی که جک پی منهای یک، یعنی چی؟ جک پی منهای یک یعنی آخرین حرفی که به جک پی اضافه شده بود، اونم چی باشه؟ اون مخالف اسپیس باشه. میگم اسپیس رو به شرطی اضافه بکن که آخرین چیزی که به اون جک اضافه شده بود اسپیس نباشه. اگه اسپیس بود عملا دیگه اسپیس رو بهش اضافه نمی کنم. الان ببینیم داریم دوتا اسپیس پشت هم. درسته؟ یعنی اگه مثلا فرض کنید اینجا کجا بودش؟ دوتا اسپیسش مثلا اینجا، اینجا اسپیس اضافه کرده، مثلا اینجا که پیتا اینجا اومده، الان میخواد این اسپیس اضافه بکنم، چون قبلیه چی داشته؟ یه اسپیس تهش داشته، این اسپیس جدیده رو اضافه نمی کنم. دومیه دی اضافه نمیشه، اولی اضافه میشه، ولی اگه بعدش مثلا 10 تا اسپیس بشه دیگه هیچ وقت اسپیس اضافه نمیشه. من که یه دونه حرفه میگم اگر آی اسپیس بود و آخرین حرفی که به جک اضافه شده بود اسپیس نباشه، اون وقت اسپیس اضافه بکنم، ولی اگه اسپیس بشه اضافه نمیشه. الان من جک پی دوباره برمیارم، میگم آقا جک مساوی جک پی، درسته؟ برمیگردم با حالت قبلیش. اوکی تا اینجا. حالا میخوام تیکه تیکش بکنم. چجوری تیکه تیکش میکنیم؟ اسپولی. میام میگم جک LS مساوی جک دات اسپولی. مثلا میام میگم جک LS برام. چی شد؟ خب. حالا از روی این یه دونه دیکشنری میسازم. خب آها ببینیم مثلا is, one, off اینا تکراری زیاد اومده، میخوام تکراری ها رو حذف بکنم. وقتی میخوام دیکشنری ایجاد بکنم دیگه تکراری نداشته باشم. چجوری تکراری ها رو حذف بکنیم؟ نه لیست، لیست ما تبدیل بکنیم به مجموعه، مجموعه تکراری حذف میکنه. ببین کافیه من جک LS رو تبدیل به چی بکنم؟ میگم جک set مساوی چی؟ مساوی set جک LS. یعنی لیست رو تبدیل به چی میکنی؟ لیست رو تبدیل میکنه به مجموعه. خب این بیام تعداد رو ببینم چجوریه. لن جک چند تاست؟ 160. لن جک LS ببینیم 285 شد چی؟ 160. حالا شما فرض کنید به جای مثلا جک، خب یه متن خیلی زیادی بود، مثلا یه کتاب بود، یه کتاب اگه فرض کنید 100,000 تا لغت داشته باشه، اگه تبدیل مجموع باشه مثلا میشه 2,000 تا لغت، میشه 3,000 تا لغت، بیشتر از اون چیه؟ نمیشه، درسته؟ تعداد لغتش کم میشه. خب
پس من اینو تبدیل میکنم به مجموع برای اینکه تکراری ها حذف بشه. خب حالا این جک مجموعه رو برمیدارم. آیا نمیتونید مثلا میتونم دوتا تایم داشته باشم؟ میتونم دوتا دن داشته باشم؟ چون مجموعه است، مجموعه تکراری در داخلش وجود نداره. مثلا اندو میبینید اینجا یه بار اند اومده توی مثلا اون لیسته ممکنه 50 تا اند باشه، درسته؟ تکرارش هست کرد. حالا اینه برمیدارم یه دونه دیکشنری درست میکنم. اصلا چند تا شد؟ چند تا از اینه برمیدارم یه دیکشنری. چجوری یه دونه دیکشنری درست بکنیم؟ چی میگم؟ میام میگم جک دیکشنری مساویه. خب مثلا تایم چی میشه؟ میشه زمان. خب ببینید ما دیکشنری یه بار دیکشنری درست میکنیم، دوبار که دیکشنری درست نمیکنیم. شما مثلا یه دیکشنری، بعد مثلا پکیج هایی داریم که لایبری که دیکشنری در داخلش هست، مثلا پرشین تول، یکی از لایبری پرشین تولزه، داخلش دیکشنری چیه؟ وجود داره، میتونی از دیکشنری اون استفاده بکنی. اون بعد من خودم چه استفاده ولی دیدم پرشین تولزه. خب میزنیم بعد مثلا دیکشنری داره بهش لغت میدیم به میده. الان باز اینا حل بکنم ببینم تونستم اونم چی میکنم. بعضی از اینا رو معنیشو میدونی چیه؟ مثلا معنی د چی میشه؟ من نمیدونم معنی د چی میشه. نه نه ده مثلا عربی مثلا ال میشه. توی عربی ال میذاشن الف لام معین. اسلابس اسیک چی میشه؟ من نشون دادم شما واقعا. پرسونال تیز شخصی. روی چی میشه آن؟ خب این میام ما اینو مثلا خیلی فعلا در همین خوبه. خب این شد دیکشنری. مثلا دیکشنری ما کامل داریم، مثلا یه دیکشنری کامل داریم. حالا مثلا دیکشنری فرض بکن مثلا من یه مدت زبان اینه مثلا میخوندم، مثلا کار میکردم، بعد میخواستم برم آمریکا سال 85 مثلا یه دونه فیلم وسترن که میدم مثلا میدم متوجه نمیشن. باز مثلا فیلم پلیسی مثلا با وسترن فرق میکنه دایره لغات کلا، مثلا حالا لهجه که هیچی، مثلا دایره لغات هم فرق میکنه. حالا مثلا یه دیکشنری کلی داریم. خب حالا میخوام این متن رو با این دیکشنری ترجمه کنم. این متن رو میخوام با این دیکشنری چکار بکنم؟ ترجمه کنم. الان دیکشنری دارم، لغاتمون هم داخل جک LS وجود داره. حالا من چکار بکنم؟ دیکشنری رو فرض کنید کامل. خب یه فور روی چی میذاریم؟ روی مجموعه نه، روی لیست جک LS یه فور میذارم. ببینید مثلا میگم بذار قبل اینکه ترجمه کنم به ما یه لیست داریم
نه خب بذار سوالش رو میپرسم. ما یه لیست داریم، کلمات اصلیمون الان داخل لیسته، جک السه. میخوام اینو دونه دونه کلمات رو بریم تو دیکشنری نگاهش بکنیم، کلمه فارسیشو بیاریم با همون ترتیب. خب فرض کنیم من کلماتم داخل جک الس بود، یا درسته یا نه؟ خب میام میگم for i in جک الس، درسته؟ بعد اینجا میگم جک مثلا پرشین، جک پرشین چی میگیرم؟ یه رشته توی میگیرم. میگم for i in جک الس بیا. نه رنج برای اون عدد ایناست، این جکلس خودش ایتریتوره، خودش یه لیسته. میگیم بیا جک پرشین رو با چی جمع بکن؟ بیا با چی جمع بکن؟ با آی جمع بکن. اینجا میگم چی رو چاپ بکن؟ ببین تک تک الیسه میگیره، جک پرشین رو با اون الیسه جمع میکنه. چرا سه تا ندارم؟ چون سه ترتیبه به هم ریخته بود. الان ببینید چجوری میشه؟ اینجوری شد، درسته؟ خب حالا میرسیم به اون. ببین کلمات رو تک به تک چیکار کردیم به هم دیگه؟ اول یه دونه رشته توهی گرفتم، بعد این کلمات که داخل الیس بود همه رو آوردم به ته اون، چیکار کردم؟ اضافه کردم، درسته یا نه؟ خب بعد اینجا میام میگم آقا اینو که انجام دادیم، من که بینشون فاصله بیفته چی میذارم؟ اینو میذارم، درسته؟ همون شد یا نه؟ این برعکس اون اسپلیت هست، برعکس اون اسپلیت هست. خب حالا میگم آقا آی هایی که در داخل جک الس بود، میگم اگر آی در داخل چی باشه؟ در داخل چی باشه؟ داخل دیکشنری اگه بود، اگه در داخل دیکشنری بود، جک پرشن رو با چی جمع بکن؟ اونو بده به اون دیکشنریه، اونو بده به اون دیکشنری، دیکشنری چیشو به هم میده؟ فارسیشو به هم میده. اگه آی توی کلید دیکشنری بود، من میدم به دیکشنری، دیکشنری چی برمیگردونه به هم؟ فارسیشو برمیگردونه. اگه در داخل اون دیکشنری نبود، اگه داخل اون دیکشنری نبود، میگم آفرده سرد همون انگلیسی شدی بذار. دیدیم مثلا بچه هایی که دو زبان هم، مثلا ترکی فارسی، هر جا کم بیاره از اون یکی میذاره. مثلا من انقدر فارسی صحبت کردم ترکیم خیلی ضعیف شده، هر جا کم بیارم فارسی قاطیش میکنم، به روی خودمون هم نمیاره. ببین مثلا اینجا آن بوده چی نوشته؟ روی. مثلا دن بوده شده از، تایم بوده شده چی؟ حالا هر چقدر این کامل باشه، دیکشنری کامل باشه، ترجمه هم چی میشه؟ دقیق تر میشه. اوکی؟ این از این. اینو برای یه شخصیت دیگه تو خونه انجام، الان اینو یاد گرفتین؟ بعد مثلا تو خونه اینو خودتون بدونی که مثلا نگاه بکنید انجام بدید، یا مثلا نگاه کنید انجام، بعد یه بار خودتون نگاه کن شروع کن خلاقیت انجام داد، هی خودتون به چالش بکشید. ببینید این زمانی که مثلا مثلا دوشنبه است تا شنبه بیکار نشینید، اگه میخواییم برنامه نویسیم میدید مثل چی مونه؟ مثل مثلا مجسمه سازی میمونه. ما اینجا مثلا میاییم میگیم مثلا یه طرحی میچینیم، یه مجسمه رو میخواییم بسازیم، بهتونم یاد بینیم مثلا چکش رو نمیدونم چجوری مثلا سنگ رو به تراشین، حالا مثلا مجسمه سو برسون با سنگ تراشی داریم. بعد خود شما زمین که اون مهارت رو یاد بینیم، خودتون هم خلاقیت باید به خرج بدیم، درسته؟ یعنی از اون برنامه نویسه باید لذت باید ببرید. زمانی که از اون برنامه نویسه لذت بردی، بعد شروع میکنه مثلا کارهای جدید انجام دادن.